بونجور اتوس سلام به همگی امیدوارم حالتون خوب باشه امروز جلسه چهاردهم مکالمه مونه مکالمه امروزمون مثل جلسه قبل یه مکالمه تلفنیه این بار بین منشی مطب دکتر و خانومی که میخواد ساعت نوبتش رو تغییر بده توی قسمت مکالمه به تب یه سری فعل و عبارات مربوط به تغییر و کنسل کردن نوبت رو یاد میگیریم که البته میتونیم تو موقعیت های دیگه هم از این عبارت ها و فعل ها استفاده کنیم مثلا تغییر یا کنسل کردن یه قزق وسیوم توی قسمت وکابیلر یا واژگان فعل های قسمت مکالمه رو با یه مثال جدید مرور میکنیم و چند فعل جدید هم یاد میگیریم و موضوع گرامر امروزمون هم زمان انپخفه هست که من سعی کردم خیلی بیشتر از کتاب توضیح بدم و مثال های مختلفی بزنم پس تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. خب پس بریم درس امروز رو شروع کنیم. او کابینه مدیکل. به این مکالمه گوش کنید لطفا. کابینه دو دکتر وینیان بونجور بونجور مادام جو وودری شانجه لور دو مون راندوو اویک دکتر وینیان سیل وو oui وی êtes زت مادام جیبر. جاوی راندوو مرکردی 12 ا 16h45. Mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand Le même jour, si c'est possible, mais plus tard. À partir de 18h. Heures. 19h, heures, ça vous convient 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Bonjour. مطب دکتر وینیون سلام مادم جیبر میگه بونجور مادم جو وودر شانجه لور دو مون رندوو اوک لو دکتر وینیون سیل بو یعنی میخواستم ساعت نوبتم با دکتر وینیون رو تغییر بدم لطفا شانجه یعنی تغییر دادن لور هم یعنی ساعت لا میگه وی وزت مادم شما خانومه مادم جیبر میگه جیبر J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. یعنی من چهارشنبه شنبه دوازده ساعت شونزده و چلو پنج دقیقه نوبت داشتم ولی یه مشکلی برام پیش اومده نمیتونم اون ساعت بیام. او زمان امپخفی فل اوواغه. جوه یعنی داشتم. توی قسمت گرامر توضیح میدم که لمپخفه چطوری ساخته میشه و کجاها ازش استفاده میکنیم. آمپشما یعنی کنتخوتان یا امپخوی یعنی یه مشکل یا اتفاق پیشبینی نشده. اواغن آمپشما یعنی اتخو اوبلیژه دنوله یعنی مجبور به کنسل کردن. وقتی برامون مشکلی پیش میاد و میخوایم یه قرار یا یه نوبت رو کنسل کنیم میتونیم از اواغنان پشمان استفاده کنیم. مثلا جنان پشمان. معادلش تو فارسی میشه برام مشکلی پیش اومده. از تاقلا یعنی توی این ساعت یا توی اون ساعت. هر دوش رو میتونیم بگیم. لساکره تر میپرسه décommander le لغانده وو یعنی میخواید نوبت رو کنسل کنید. ده یعنی انوله یعنی کنسل کردن. کمانده یعنی سفارش دادن یا درخواست دادن. دکومانده یعنی لغو کردن، کنسل کردن. تو موقعیت های دیگه هم میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا وقتی درخواست تاکسی دادیم ولی میخوایم لغوش کنیم. حالا به هر دلیلی. مثلا به این جمله گوش کنید. Je décommande le taxi car elle یعنی تاکسی رو کنسل کردم چون اون اومد دنبالم. خب مادام جیبر میگه منو voudrais juste یعنی نه میخواستم فقط بندازمش جلو روپوسه یعنی رومتتر پلوتر یعنی مکول کردن به تعویق انداختن جلو انداختن به یه مثال دیگه گوش کنید لطفا ای اون رو پووسه لت دو دمن یعنی اونها تاریخ عروسیشون رو دو هفته به تعویق انداختن خب ل سکرتر باز میپرسه پوکان برای کی Madame gilbert me gie, le même jour si c'est possible mais plus tard à partir de 18h yani, heures 18. le même jour yani, rooze, si yani, agar, si c'est possible yani, has, mais plus tard à yani, partir de la secrétaire Miguel dit 19h ça vous convient ساعت نوزده مناسبه براتون. كونونیک رو توی درس قبل داشتیم. مادام ژی میگه 19 سی پارفای. ژو ورمرسی. ساعت نوزده عالیه. ممنونم ازتون. خب یک بار دیگه به مکالمه گوش کنید لطفا. کابینه دو دکتر وینیون بونژور. بونژور مادام. جو ودری شنجی لور دو مون راندو وو اویک دکتر دوکتر وینیون سیل ووپلی. Oui, vous êtes madame Gibert. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand Le même jour si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. 19h, ça vous convient 19h, c'est parfait. Je vous remercie. و یا باید تغییرش بدیم یا مجبوریم کنسلش کنیم یا مثلا یه اتاق رزرو کرده بودیم ولی میخوایم ساعت رزرو رو تغییر بدیم امروز یه سری جمله و عبارت یاد میگیریم که میتونیم توی موقعیت ها ازشون استفاده کنیم مثلا ژوود لغ دو مقاندوو یعنی میخواستم ساعت نوبتم رو تغییر بدم یا ژوود لغ دو میخواستم ساعت رزروم رو تغییر بدم J'avais un rendez-vous mardi 15 à 17h. یعنی من یه نوبت داشتم سه شنبه ساعت هفته. Je voudrais reporter mon rendez-vous. یعنی میخواستم نوبتم رو تغییر بدم. یا Je voudrais repousser mon rendez-vous. میخواستم نوبتم رو جلو بندازم. Je voudrais remettre mon rendez-vous. میخواستم نوبتم رو تغییر بدم. Reporter یعنی change de date. تغییر دادن تاریخ زمان روبوسه یعنی جلو انداختن رومتر هم یعنی تغییر دادن جابجا جا کردن یا انداختن مثلا وقتی میگیم ژدو رومتر نوترو دو دوما یعنی من باید قرارمون رو بندازم فردا هر سه این فعل ها یعنی روبوسه رو و رومتر رو میتونیم جای همدیگه استفاده کنیم حالا اگه بخوایم کنسل کنیم میگیم Je voudrais te commander mon یا je voudrais annuler mon یعنی میخواستم نوبتم رو کنسل کنم. یا میتونیم بگیم ژ un empêchement. Je peux suis désolé. یعنی من برام مشکلی پیش اومده. نمیتونم بیام ببخشید. خب رسیدیم به بخش وکابیلر یا واژگان امروزمون. کلمات امروزمون چون جوری نیستن که بشه براشون عکس استفاده کرد، بنابراین من برای هر کلمه یه مثال زدم. آمپشمان که توی مکالمه هم داشتیم. جه ان آمپشمان بوخ یعنی من یه مشکلی دارم برای این قرار یا برای این نوبت. یا یعنی میتونیم اینطوری هم ترجمه کنیم. من مجبورم این قرار رو کنسل کنم. جه ان آمپشمان بوخ سغانده و لکانت دقیقا هم معنی آمپشمان هست. لکانت خودتان Excusez retard. J'ai eu یعنی تأخیر منو ببخشید. یه مشکلی داشتم. یا یه مشکلی برام پیش اومده بود. Le retard یعنی تأخیر. U شکل پختیسی پسی فعل avoir. J'ai eu زمانش پس کمپوزه است که توی فارسی بهش مازی نقلی میگیم. Même یعنی همون روز. L'inspecteur a annulé le même jour après que les mesures qu ont été prises. یعنی بازرس دستور رو همون روز لغو کرد بعد از اینکه اقدامات لازم انجام شد. یا بازرس همون روز بعد از انجام اقدامات لازم دستور رو لغو کرد. L'inspecteur یعنی بازرس کاراگاه افسر پلیس انیوله یعنی کنسل کردن لغدونانس یعنی دستور به معنی نسخه پزشک هم هست یعنی اپخه که یعنی بعد از اینکه لمزور یعنی اقدام عمل رکی یعنی لازم مورد نیاز چون مزور معنسه رکی ا آخرش اضافه شده و رکیز تلفظ میشه پی هم شکل پختیسی پسی فل بخوندغ هست. اون اتبخیز فعل مجهوله به معنی اتخاظ شده، انجام شده. ممغ یعنی همون ساعت یا همین ساعت بستگی به جمله هر دوش درسته. گرسه منوکه دمه ممغ جسخ در یعنی به لطفه وکیلم فردا همین ساعت بیرون خواهم بود. گرسه یعنی به لطفه یعنی به لطف خاطره. لوک یعنی وکیل دما یعنی فردا سغه آینده ساده فعل اتخه و دوغ هم یعنی بیرون البه مر توی همین زمان توی همین ساعت مثلا لسکرتر میپرسه وولرو پوسه لوغانتوو ا کل یعنی میخواید نوبت رو بندازی چه روزی پسیان یا بیمار جواب میده لندی علم سه سپسیب دوشنبه تو همین ساعت امکانش هست یا دوشنبه همین ساعت امکانش هست یه مثال دیگه از علم مغ علم مغ به معنی توی یک ساعت مشخص هم هست مثلا به این مثال گوش کنید لپره کمخون ام پروگرامتور پور پرمتر او پسیان دو پروندر ان رومد شکشور علم مغ یعنی این دستگاه یه تایمر داره که به بیمار این امکان رو میده که دارو رو هر روز توی یک ساعت مشخص مصرف کنه. لپقه یعنی دستگاه یا وسیله. کمخون از فل هست یعنی شامل شدن داشتن به معنی فهمیدن و متوجه شدن هم هست. مثلا وقتی میگیم جو کمخون پا یعنی متوجه نمیشم. پروگراماتور یعنی ساعت یا تایمر پرمتر یعنی اجازه دادن یا امکانی رو فراهم کردن. پسیان هم که یعنی بیمار توی درس قبل هم داشتیم برای خوردن دارو از فیل پخاندغ استفاده میکنیم. کنیم. پخاندغ یعنی مصرف دارو. غمد هم معنی دارو میده هم درمان. شکشوخ هم یعنی هر روز. انوت خوشوخ یا انوت یعنی یه روز دیگه. Vous pourriez aussi repousser votre jour. یعنی شما همچنین میتونید نوبتتون رو به یک روز دیگه بندازید. از فل pouvoir هست به معنی توانستن و از مود کاندیشنل. être à یعنی آن تایم بودن یا به موقع بودن. Il faut être à یعنی باید آن تایم باشید، باید دقیق باشید. être en retard یعنی دیر رسیدن، دیر کردن یا آن تایم نبودن. جنگول پاید خانختر یعنی نمیخواستم دیر کنم. ات یعنی جلوتر بودن، زودتر رسیدن. لینوواسیون امپلیک توجور دت سوخسونتان son یعنی نوآوری همیشه به معنای جلوتر از زمان خود بودنه. یا یعنی میتونیم اینطوری هم ترجمه کنیم. نوآوری همیشه مستلزم اینه که از زمان خود جلوتر باشیم. لینوواسیو یعنی نوآوری. امپلیکه یعنی مستلزم بودن، نیازمند بودن. لوتان هم یعنی زمان. شانژه مودیفیه سینونیم هستند یعنی هم معنی هستند هر دو به معنی تغییر دادن وو پوو مودیفیه لمدت دو کلیان یعنی شما میتونید تاریخ رو از صفحه شخصیتون تغییر بدید. مدیفیه که یعنی تغییر دادن. لدت یعنی تاریخ. اپختیق دو یعنی از. اسم هم فکر کنم به فارسی میشه صفحه شخصی یا حساب شخصی. توی سایت هایی که عضو هستیم یه قسمتی هست که میتونیم اطلاعات شخصیمون رو ادیت کنیم. حذف و اضافه کنیم. به فرانسوی به این فضا میگیم یه مثال هم برای شانژه بزنیم. Désolé de vous avoir fait attendre, mais je dois changer l'heure de notre rencontre. یعنی ببخشید که منتظر نگهتون داشتم ولی باید زمان جلسم رو تغییر بدم. اتاندر یعنی صبر کردن، منتظر ماندن. فق اتاندر یعنی کسی رو منتظر نگه داشتن. رانکوند هم یعنی جلسه به معنی قرار هم هست. رو پوسه، رو توی قسمت قبلی هم داشتیم این سه کلمه رو میتونیم ازشون به جای همدیگه استفاده کنیم روپوسه یعنی جلو انداختن به تعویق انداختن روپخته و رومتر یعنی تغییر دادن که میتونن هم برای جلو انداختن هم عقب انداختن تاریخ و ساعت استفاده بشن لسینیاتور دسیزیو prochain ام vous یعنی امضای اصلی موکول شده به قرار بعدی لسینیاتور یعنی امضا دسیزیف یا معنیسش دسیزیف یعنی تعیین کننده اصلی کلیدی پروشان هم یعنی بعدی یه مثال برای رو بخته سوی پونکتویل نومان که جمع ان رانده وو امو ان دوار دونه ام سفیزان سی و دوه انوله رو و رو بخته لو رانده وو یعنی آن تایم باشید هرگز قراری رو از دست ندید مگر اینکه اطلاع کافی از قبل داده باشید اگر بایستی اون قرار رو لغو یا به زمان دیگه ای منکول کنید سوای مد امپراتیو یا امری فعل اتخه برای دوم شخص جمع به معنی باشید پونکتوئل یعنی دقیق بودن آن تایم و به موقع بودن مونک معنی های متفاوتی داره یکی از معنیاش از دست دادنه مثلا از دست دادن قطار از دست دادن نوبت قرار ژمه یعنی هرگز هیچ وقت دو یعنی مگر اینکه امپخوی پخوی یعنی از قبل اطلاع دادن براش توی فارسی نمیدونم واژه دقیقی داشته باشیم یا نه مثلا وقتی یه جایی مشغوله به کاریم و توی قرارداد کارمون قید شده که اگر یه زمانی قصد داشتیم کار رو ترک کنیم باید از دو ماه قبل اطلاع بدیم به این دو ماه به فرانسوی پخوی میگیم پخوی یا مثلا توی همین مورد اگر میخوایم قرار رو کنسل کنیم یا زمانش رو تغییر بدیم بایستی از قبل اطلاع بدیم حالا این اطلاع دادن باید سوفیزان باشه یعنی مثلا چند روز قبل را بدیم نه اینکه نیم ساعت قبل از قرار یا نوبتمون زنگ بزنیم و قرارمون رو کنسل کنیم و دو کلمه آخرمون انوله و دکومانده هر دو به معنی لغو کردن یا کنسل کردن اول یه مثال از انوله میزنیم لوپیتال ویند téléphoner تلفونه پور انوله rendez-vous. یعنی بیمارستان تازه زنگ زده برای کنسل کردن یه نوبت. لوپیتال یعنی بیمارستان. ویان دو تلفونه زمانش لپس غسان یعنی گذشته نزدیکه یعنی کاری که تازه انجام شده. ساختارش ونیغ دو پلوس انفینیتیفه. تلفن هم یعنی تلفن کردم. و کلمه آخرمون دکومونده یعنی لغو کردن یا کنسل کردن ایل دکومونده لو دانتیست کار ایل یعنی اون دندون پزشک رو کنسل کرد چون تاخیر داشت یا چون دیر میرسید ایل دکومونده لو دانتیست کار ایل و اما بخش گرامر امروزمون گرامر امروزمون در مورد زمان امپخفه هست ام همون ماضی استمراری یا گذشته استمراری توی فارسی ولی کاربردهاش بیشتر از گذشته استمراریه. اول نحوه ساختش رو توضیح میدم و بعد کاربردهاش رو میگم. خب ببینیم ام چطوری ساخته میشه. در واقع باید به این سوال جواب بدیم. کل پرسون او پرزون پرمت دو تروور لو رادیکال دو و ا یعنی کدوم شخص در زمان حال این امکان رو میده که ریشه یا بن فعل انبخفه رو پیدا کنیم تخوه یعنی پیدا کردن لغدی کل هم یعنی ریشه یا بن خب جواب میشه سلا la پرسون دو پلوریل نو کی qui دو de retrouver le radical دو ورب à پخفه یعنی اول شخص جمع نو این امکان رو میده که ریشه فل در امپخفه رو پیدا کنیم. حالا چند مثال میزنیم. مثلا فل پغله رو در نظر بگیرید یعنی صحبت کردن. پغله رو توی زمان حال صرف میکنیم. Je parle, tu parle, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle, parle. اول شخص جم پغلون. اگر ترمینزون یا پسفندش که او هست رو برداریم میرسیم به ریشه یا بن فل یا به فرانسوی لغدی کل یعنی بغل خب حالا ما ریشه فعل انپخفه رو داریم حالا باید ترمین های رو اضافه کنیم که اینجا من فینال ها یا ترمین ها رو نوشتم ا ا ا ایون یه و حالا براتون امپخفی فعل بغله رو صرف میکنم. جو بغله تو بغله ایل ال اون بغله پغلی. نو ال بغله ترمین زون ها با رنگ قرمز مشخص شدن و برای همه افعال یکسان هستند. خب حالا یه فعل از گروه دوم مثال می‌زنیم مثل فینیر. فعل‌هایی که به ایر ای ای ختم میشن اول توی زمان حال صرفش میکنیم je finis tu finis il elle on finit nous finissons vous finissez il elle finit اول شخص جمع nous finissons ترمینیشنش رو حذف می‌کنیم میمونه فینیس. بنابراین این ریشه فعل فینیق برای زبان ام فینیسه خب حالا تقمین زون های رو به فینیس اضافه میکنیم je finissais tu finissais il elle on finissaient nous finissions vous finissiez il elle finissaient خب حالا یه مثال از گروه سوم میزنم پختیغ این فعل رو که به تیغ ختم میشن با فعلهایی مثل فینیق اشتباه نگیریم اینها به شکل متفاوتی صرف میشن je pars tu pars il el on part nous partons vous partez il el part اول شخص جمع نو پختون ترمین زونش رو حذف میکنیم ریشه یا قدیکل میشه پخت بنابراین برای امپخفه داریم je partais tu partais il elle ont partaient nous partions vous partiez il elle partaient دوستانا اگه کتاب صرف فعل رو ندارید میتونید از سایت konjugeson.com استفاده کنید فعل مورد نظر رو وارد میکنید صرف فعل رو توی همه مودها و زمانها بهتون میده از حوصله کلاسمون و این ویدیو خارجه که من از انواع مختلف فیلها مثال بزنم فقط دو فعل دیگر رو صرف میکنم و توضیح میدم چون یکم با بقیه فیلها ها قضیهشون فرق داره و در آخر هم دو فعل پرکاربرد اواق و اتخ رو با هم صرف میکنیم دو موردی که گفتم با بقیه فرق داره فیلهای های به معنی خوردن و کومانسه به معنی شروع کردن هست یا فعل هایی که به ژ و ا ختم میشن و فعل هایی که به س و ا ختم میشن اول شخص جمع فعل مانژ مانژون هست چه تفاوتی توی ظاهر این فعل میبینید درسته او حذف نشده فعل های دسته اول یعنی فعل هایی که به او ا ختم میشن مثل مانژ امه، دو و غیره همطور که میدونید برای صرفشون توی زمان حال اق هست میشه به چیزی که باقی میمونه ترمین زون ها رو اضاف میکنیم. ولی برای فعل هایی که به ژ و س ختم میشن قضیه یکم فرق داره. ژ توی فرانسه در صورت صدای ژ میده که بعدش او، ای و ایگرگ قرار گرفته باشه و اگر بعدش ا، او و ای قرار داشته باشه صدای گ میده و همینطور سه هم در صورتی صدای سه میده که بعدش او ای e و ایگرگ باشه در غیر این صورت صدای که میده حالا برای اول شخص جمع فعل مانژه یعنی مانژون اگر او را رو حذف کنیم و او ان اس رو اضاف کنیم چون در این صورت بعد از ژ او داریم بنابراین تلفظش دچار مشکل میشه. به همین خاطر برای این فعل و بقیه فعل هایی که به ژه و ختم میشن مثل شانژه یا نژه به معنی شنا کردن و بقیه فعل ها برای اول شخص جمع او رو نگه میداریم و بعد او رو اضافه میکنیم تا تلفظش دچار مشکل نشه. خب من اینجا مانگر رو برای زمان امپخفه صرف میکنم. Je mange. Tu mange. Il, elle, on mange. Nous mangions. Vous mangez. Il, elle mange. هم که میبینید برای "nous mangions" و "vous mangez" چون تلفظ دچار مشکل نمیشه، به او نیازی نداریم. چون "je" به اضافه "i" صدای میده و همین اتفاق برای فعل هایی که به س و ا ختم میشن هم میفته مثل کومونسه یا پلاسه برای اول شخص جمع داریم نو کومونسون اینجا س تبدیل میشه به س سدی به این س س سدی میگیم این حرف همیشه صدای سه میده و فرقی نمیکنه بعدش چه حرفی قرار داشته باشه امپخفش رو با هم صرف میکنیم جو Tu ont و در آخر دو فعل پرکاربرد اوار و اتر اتر صرفش ایرگولیه یا بیقاعده است و از ریشه اول شخص جمع سوم نو سوم استفاده نمیکنیم صرف میکنم گوش کنید لطفا J'étais, tu étais, ils, elles, on était. Nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Va J'avais, tu avais, ils, elles, on avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. اما کاربرد های هم پخفه. دو تا کاربرد اصلیش رو اینجا توضیح میدم و یه سری مثال میزنم ولی خیلی وارد جزئیات نمیشم. اولین کاربرد امپخف توصیف چیزی یا موقعیتی توی زمان گذشته است. مثلا به این جمله گوش کنید لطفا. Hier je suis allé au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Il یعنی دیروز رفتم جشنواره فیلم کوتاه کلرمون فران خیلی شلوغ بود ولی عالی بود فستیوال یعنی جشنواره کوغمتخش یعنی فیلم کوتاه کلرمون فران اسم یه شهره. il y avait du monde il y a du monde تحت لفظیش میشه خیلی آدمه ولی به فارسی بهتر بگیم خیلی شلوغه il y avait du monde یعنی خیلی شلوغ بود که داریم در واقع توصیف میکنیم جشنواره رو و همینطور وقتی مییم ست ژنیال یعنی عالی بود باز داریم توصیف میکنیم کلا وقتی میریم یه جایی سفری نمایشگاهی جشنوارهای رستورانی و الاآخر و بعدش داریم برای کسی اون مکان یا حالا هر چیزی رو توصیف میکنیم باید از انپخفه استفاده کنیم و سوالی هم که پرسیده میشه با انپخفه است مثلا به این جمله گوش کنید الوغ فستیوال کابار سته یعنی خب جشنواره کابار چطوری بود خب میبینید که از سوال سته کومون استفاده میکنیم یعنی چطوری بود یا تعریف کن لو کابار همون کاباره است یعنی نایت کلاب کابار ور یه جشنواره موسیقیه که از سال 2005 هر سال توی فرانسه برگزار میشه چون اسم خاصه بهتر ترجمهش نکنیم به کاباره سبز بهتر بگیم همون کاباره ور کاربرد دوم امپخفه برای تعریف خاطراتمون و عادتهای گذشتمونه مثلا جل طول جوغل اولو یعنی من هر روز با دوچرخه میرفتم مدرسه یا مثلا اوک مزمی اونکوته طول ویکند یعنی با دوستام هر آخر هفته به موزیک گوش می دادیم. و مثل جلسات گذشته کلمات جدید امروز رو با هم مرور می کنیم. شانجه لغانده وو لامپشما دکومانده لومم جوغ اپختیر د، کونیر contre-temps, la même heure, reporter, l'inspecteur, l'inspectrice, annuler, l'ordonnance, après que, la mesure, requis, requise, Grâce à Avocat Dehors Remettre L'appareil Comprendre Programmateur Permettre Prendre un remède Le remède Chaque jour modifier espace client l'innovation impliquer être en avance être à l'heure être en retard attendre faire attendre la rencontre la signature decisivo decisiva